اهداف توسعه پایا با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما یا سند 2030 یونسکو مجموعه ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایا 2030 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای سالهای آینده ترسیم می کند. کتاب گویا با شرح اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. هدف 12، تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف. مطابق با دستور کار هدف 12 از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف 12 عبارت است از تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است. 1. اجرای چارچوب برنامه‌های 10 ساله مرتبط با الگوهای تولید و مصرف پایدار با مشارکت همه کشورها و رهبری کشورهای توسعه یافته با توجه به توانمندی‌ها و سطوح توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه. 2. دستیابی به مدیریت پایدار و استفاده مؤثر از منابع طبیعی تا سال 2030. 3. کاهش سرانه هدر رفت مواد غذایی در سطوح خرده فروشی، کاهش میزان مصرف به نصف و نیز میزان از بین رفتن مواد غذایی در چرخه تولید، عرضه و پس از استحصال تا سال 2030. 4. تحقق مدیریت پایدار زیست محیطی مواد شیمیایی و کلیه مواد زائد در طول چرخه حیات این مواد در چارچوب استانداردهای مورد توافق بین‌المللی و کاهش قابل ملاحظه آزادسازی این مواد در هوا، آب و خاک با هدف به حداقل رساندن آثار منفی آنها بر سلامت و محیط زیست انسانی تا سال 2030. 5. کاهش قابل ملاحظه تولید مواد زائد از طریق پیشگیری، کاهش، بازیافت و استفاده مجدد از آنها تا سال 2030. 6. ترغیب شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های بزرگ و فراملی به انجام اقدامات پایدار و ادغام اطلاعات مربوطه در چرخه گزارش‌دهی خود. 7. ترویج شیوه‌های عمومی پایدار خرید مواد در راستای اولویت‌ها و سیاست‌های ملی. 8. تضمین اینکه مردم تا سال 2030 در همه جا اطلاعات و آگاهی‌های مرتبط و لازم پیرامون توسعه و سبک‌های زندگی پایدار و هماهنگ با محیط زیست را در اختیار داشته باشند. الف، حمایت از کشورهای در حال توسعه به منظور تقویت ظرفیت‌های علمی و فنی آنها برای حرکت به سوی شیوه‌های پایدارتر تولید و مصرف. ب. تهیه ابزارها و اجرای برنامه‌هایی برای پایش آثار توسعه پایدار بر گردشگری پایدار که این امر به ایجاد مشاغل و ترویج فرهنگ و محصولات محلی منجر می‌شود. ج. منطقی سازی یارانه‌های ناکارآمد سوخت‌های فسیلی که به اسراف در مصرف منجر شده‌اند از طریق رفع اختلالات بازار در راستای شرایط ملی
از جمله از طریق تغییر شکل نظام مالیاتی و حذف یارانه‌های مضر موجود با هدف انعکاس آثار زیست محیطی آنها و با توجه کامل به نیازهای ویژه کشورهای در حال توسعه و به حداقل رساندن آثار احتمالی منفی این یارانه‌ها بر توسعه در کشورهای در حال توسعه به گونه‌ای که در راستای حمایت از فقرا و جوامعی که تحت تأثیر واقع شدند باشد. محیط زیست ایمن، پاکیزه، سالم و پایدار برای تحقق حق زندگی، غذا، بهداشت، آب، مسکن و غیره ضرورت حیاتی دارد. به همین ترتیب، گنجاندن ملاحظه‌های حقوق بشری در سیاست‌های محیط زیستی برای محافظت از جوامع تأثیریافته از گرم شدن کره زمین و رفاه نسل‌های آینده حیاتی است. برای دستیابی به توسعه پایدار باید با توجه به ظرفیت تجدید شوندگی منابع اقدام اصولی نسبت به بهره‌وری از منابع زیستی انجام گیرد و این اقدام با تغییر الگوی مصرف امکان پذیر خواهد بود. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است. حق تمامی افراد بر بهره‌مندی از منابع طبیعی خود مهمترین حق بشری است که در ارتباط مستقیم با هدف 12 بوده و در ماده 1 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صراحت بیان شده است. طبق این ماده، کلیه ملل می توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد. حق بر سلامت نیز که در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است، در ارتباط مستقیم با هدف 12 می باشد. علاوه بر این حق، بر تغذیه مناسب و آب آشامیدنی سالم نیست که در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک مورد شناسایی قرار گرفته است، از دیگر ملزومات تحقق هدف 12 می باشد. بررسی روند شاخص ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک در ایران نشان می دهد که در 50 پیش کشور از منابع زیستی غنی‌تری برخوردار بود، اما اوایل دهه 70 شمسی آغاز گذر ردپای اکولوژی بر توان زیستی کشور است، زیرا در این سالها افزایش جمعیت شتاب گرفت و پس از گذر از جنگ ایران و عراق الگوی مصرف نیز به سمت مصرف گرایی تغییر کرد. با دنبال کردن روند تغییر شاخص ها مشاهده می شود که ظرفیت زیستی کشور همواره در حال کاهش و به گونه ای بوده است که اصل سرمایه منابع بدون توجه به قابلیت احیای آن مورد استفاده قرار گرفته است، در حالی که برای دستیابی به توسعه پایدار باید با توجه به ظرفیت تجدید شوندگی منابع نسبت به بهره‌وری از آنها اقدام اصولی انجام گیرد و این کار تنها با تغییر الگوی مصرف امکان پذیر خواهد بود. نگاهی به قانون اساسی و سایر قوانین ایران. در اصل 50 قانون اساسی آمده است در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود.
از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. همچنین در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از منابع طبیعی در اختیار حاکمیت قرار گرفته تا بر اساس منافع ملی نسبت به اداره آن اقدام نماید. طبق این اصل، انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست و غیره در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. از نظر قوانین عادی هم باید از قانون اول توسعه کشور مصوب 1368 یاد کرد که در تبصره 13 آن 1/1000 درآمد کارخانه های کشور برای جبران خسارت های زیست محیطی اختصاص داده شد. بعد از آن در ماده 45 و تبصره های 81، 82 و 83 برنامه دوم توسعه مصوب 1373 راهکارهای عملی خوبی برای حمایت از محیط زیست پیش بینی گردید. علاوه بر این در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صریحاً یا تلویحاً اعمال ضد زیست محیطی جرم‌انگاری شد و طبق آن میتوان مجازات هایی را برای مرتکبان جرایم زیست محیطی در نظر گرفت. موادی مثل 675، 679، 680، 686، 688، 689 و 690. ماده 688 این قانون ضمن تعریف آلودگی محیط زیست و مرجع تشخیص آن برای آلوده کنندگان محیط زیست مجازات حبس تا 1 سال را در نظر گرفته است. عدم مدیریت بحران زباله در ایران از چالش‌های جدی تحقق هدف 12 می‌باشد. دفن غیر اصولی و غیر علمی زباله و پسماندهای شهری بحران آلودگی آب، خاک و هوا را به دنبال دارد و همچنین انتشار بیماری، ایجاد بوی بد و متعفن، چشم‌انداز زشت و نشست شیرابه آلودگی‌های شدید را در پی دارد. علاوه بر این، بیماری‌هایی چون کزاز، حصبه، انگل‌های روده‌ای و اسهال خونی از جمله بیماری‌هایی هستند که از طریق مواد زائد جامد یا همان پسماند انتقال می‌یابد. همچنین در بسیاری از کشورها از گاز خارج شده از فعالیت باکتری‌ها در محل دفن زباله با انجام لوله‌کشی و جذب گازها در تولید انرژی استفاده بهینه صورت می‌گیرد که متأسفانه در ایران رعایت نمی‌شود. بحران زباله‌گردها. زباله‌جوها به صورت غیراصولی در مراکز دفن به پراکنده کردن و جمع‌آوری و تفکیک زباله‌های چون شیشه، کاغذ و پلاستیک در محیطی که به شدت مستعد بیماری است مشغول فعالیت می‌شوند و این بیماری را به افراد خانواده و در نتیجه در جامعه انتشار می‌دهند. متأسفانه کودکان زیر 15 سال در حال زباله‌گردی هستند. برخی از این کودکان 6 و 7 ساله هستند. بدون اینکه واکسینه شوند، بیمه شوند و یا حتی از دستکش استفاده کنند. مهم نیست که سازمان‌ها چه نقشی در شفافیت این موضوع اجتماعی دارند، بلکه مهم این است که برای درمان کودکان کار چه کاری انجام می‌دهند. 85 تا 90 درصد کودکان کار برگه هویت ندارند. کدام بیمه سلامت آنها را درمان می‌کند؟ چرا سیستم نظارتی برای پیمانکاران وجود ندارد
و پیمانکاران چگونه باید برای تخلفی که انجام می‌دهند پاسخگو باشند. زباله این روزها پای ثابت دغدغه‌های مازندران است. در شهرهای ساحلی و شهرهای با جمعیت بالای 200,000 نفر دفن زباله ممنوع است. اما در حال حاضر در این استان زباله ها همچنان دفن می شوند. آن هم به صورت غیر اصولی و غیر بهداشتی. بر اساس آمار شهرداری و محیط زیست، هر فرد در تهران بیش از 900 گرم زباله تولید می کند که هزینه جمع‌آوری و دفن اصولی هر تن زباله 3500 تومان تمام می شود. این در حالی است که از هر تن زباله حدود 400 متر مکعب گاز گلخانه‌ای متصاعد می شود و 400 تا 600 لیتر شیرابه آلوده خارج می شود که هر لیتر شیرابه می تواند 4000 لیتر آبهای زیرزمینی را آلوده کند و تأثیرات خطرناکی بر روی خاک باقی بگذارد. از طرف دیگر این زباله ها می توانند عامل انتقال 118 نوع بیماری خطرناک به انسان باشند. همه اینها در حالی است که مقدار زباله‌ای که هر فرد در طول زندگیش تولید می کند در حدود 600 برابر وزن او در هنگام بلوغ کامل است. اما امروزه زباله را نه به نام آشغال بلکه به نام طلای کثیف می شناسند و علت این نامگذاری بدین سبب است که اگر بتوان با راهکارهای مناسب زباله ها را تفکیک کرد دارای ارزش اقتصادی فراوانی خواهند شد. آمارها نشان می دهد که ارزش اقتصادی زباله های تهرانی ها در طول یک سال بالغ بر 115 میلیون دلار، یعنی بیش از 92 میلیارد تومان است. یعنی در صورت تفکیک اصولی زباله نان 50 میلیون دلار، مقوا 354 میلیون دلار، پلاستیک 30 میلیون دلار و زباله های آشپزخانه 55 هزار دلار برای کشور درآمدزایی خواهند داشت. همین زباله‌ای که روزی چند کیلو در هر خانه تولید می شود، اگر به درستی مدیریت شود، هرچند به ظاهر ارتباطی با اقتصاد خانواده ندارد، ولی به دلیل اهداف کلانی که در پس آن نهفته است، سود آن به خانواده ها نیز باز می گردد. نتیجه گیری: استفاده از حمل و نقل پاک، مدیریت پسماندها، اصلاح الگوی تولید و مصرف، آموزش و آگاهسازی مردم و استفاده از تکنولوژی کارآمد از جمله راه‌های کاهش مصرف منابع زیستی است.